پس از عملکرد نامطلوب وزنه‌برداران کشورمون در رقابت‌های جهانی امریکا می‌خوایم هم کلام بشیم با بهداد سلیمی تا قهرمان المپیک در این خصوص صحبت بکنه. آقای سلیمی، چه خبر از رقابت‌های جهانی؟ به هر حال شما به عنوان قهرمان المپیک مردم دوست دارن بدونن که چرا عملکرد بچه‌های ما اینقدر ضعیف بود. به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. والله خب در مورد عملکرد بچه‌ها باید خدمت شما عرض کنم که اول از همه سطح مسابقات خیلی بالا بود و رکوردهایی که توی مسابقات زده شد رکوردهای خیلی بالایی بود، رکوردهایی بود که توی این چند سال زده نشده بود. و در مورد مسئله آمادگی خود بچه ها، تا اونجایی که من قبل از اعزام توی اردوها شرکت میکردم، از نظر بدنی بچه ها واقعا شرایط خیلی خوبی داشتن، همه بچه ها. و حتی مثلا یکی مثل رسول تقیان رو قبل از اعزام با وزنهایی که زده بود ما روی مدالش حساب میکردیم حتی. ولی من احساس میکنم که بچه ها توی هیوستون و توی جریان مسابقات نتونستن از نظر ذهنی اون شرایط ایدال خودشون رو حفظ بکنن و به نوعی از پیش باخته رفتن مسابقه دادن. من فکر میکنم که مهمترین دلیل ناکامی بچه ها دلایل ذهنیشون بود. حالا اینکه چه اتفاقی توی آمریکا افتاده من واقعا در جریانش نیستم، شاید من اشتباه حس میکنم و اشتباه متوجه شدم، ولی چیزی که به نظر من اومد این که بچه ها واقعا از نظر ذهنی توی شرایط خوبی نبودن. سه تا از بچه های ما اوت میشن. حالا به هر حال وقتی که یه وزنه برداری اوت میشه، یعنی که انتخاب وزنش اشتباه بوده. به هر حال یا سرمربی باید اشتباه کرده باشه، خود بچه‌ای که انتخاب وزنه ها رو از ابتدا بد آغاز کردن. ببینید خب حالا این بحثاییه که باید با سرمربی و رئیس فدراسیون انجام بشه. اینکه بچه‌ها اوت شدن، من فکر می‌کنم وزنه‌هایی که برای این بچه‌ها گرفته شده بود وزنه‌ای بود که بارها و بارها خیلی بیشتر از اینا رو توی تمرینات زده بودن. یکی مثل جابر به 187 کیلو دو ضرب توی تمرینات رسید، واقعا 173 کیلو وزنه‌ای نیست که بخواد اوت بشه و وزنه سنگینی برای اون نباید باشه. قاعدتا وزنه‌ای که بارها توی مسابقات زده، توی تمرینات زده. و میگم دلیلش به نظر من همون مسائل روحی روانی بوده. چیزی که مسلمه اینه که ما پشتوانه سازی خوبی نداشتیم در طول این سالها و به نوعی دست وزنه‌برداری ما الان خالیه. یعنی یه نسلی بودیم از سال 2009-2010 و دیگه الان آخره عمر اون نسل توی ورزش، من و کیانوش و رستمی، نواب نصیر شلال، سجاد ارمشی روانی که گرانه گذاشت و رسول تقیان، جابر بروز. به هر حال این یه واقعیتیه که دیگه سالهای آخر عمر وزنه‌برداری ماست و ما واقعا نفر جایگزین به اون صورت که بخواد مدعی باشه در سطح جهانی نداریم. و این برمیگرده به پشتوانه سازی خوبی نداشتیم توی سالهای گذشته متاسفانه. یه مربی مجار داره تیم ملی که چندین سال در کنار حالا بچهای وزنه برداری هست، میگن ماهانه چیزی حدود 25 میلیون هم حقوق دریافت میکنه، هنوز شغل مشخصی نداره، نه تو تمرینات خیلی تاثیرگذار پررنگ، نه در انتخاب وزنه سر مسابقات. این بنده خودش چیکار میکنه؟ هدف حالا فدراسیون چیه که این دوستمون رو آوردن ازش استفاده میکنن؟ والا خب آیه زالای کار خاصی نمیکنه حقیقتش، خیلی نه توی برنامه تمرینی نه توی اردوه که گذاشته میشه نقشی نداره به اون صورت. البته واقعیت اینه که علمی رو هم به اون صورت نداره. مجارستان حالا به جز خود آقای آیان که رئیس فدراسیون جهانیه، واقعا وزنه برداری نداره که بخواد مربی خوبی هم از اون در بیاد و سالیان سالی که اونا نتونستن توی مسابقات جهانی و المپیک یا حتی مسابقات اروپایی حتی کسب مدال بکنن. جایگاه 15ام برای وزنه برداری ما شایسته؟ نه حقیقتش نه اصلا. چه کنیم که حال وزنه برداریمون خوب بشه؟ والا چه کنیم که حال وزنه برداری خوب بشه؟ من فکر میکنم آقای مرادی مدیر بسیار بزرگی هم، مدیر بسیار با تجربه هم و قطعا توی این شرایط سخت میدونن که چه باید کرد که وزنه برداری ما از این حالت خارج بشه. ولی میشه خیلی از این مسائل رو پای اتفاقا گذاشت. به هر حال ورزش افت و خیز داره، بالا و پایین داره و نمیشه همه چیز رو بگیم سازمانی به این شکل بوده، ما سازمانی به این شکل جلو رفتیم. نه، خیلیش اتفاق بوده، خیلیش بدشانسی بوده. الان یه طلای مسلم ما با نبودن سراغ مرادی از دست دادیم. سعید محمدپور با وزنایی که تو تمرینات داشت میزد قطعا شانس مدال داشت
و خب منم به حال به نوعی بدشانسی بودم که نتونستم به این مسابقات برسم و واقعا حالا نمیشه این رو توجیه کرد خیلی، ولی واقعا بدشانسی هم خیلی دخیل بوده توی اینکه ما نتونیم نتیجه خوبی بگیریم.